ویدیو قراره ببینیم این دو نفر با من رفیق صمیمی چقدر هم دیگر میشناسن. منو تو رو میگه ها. من اصلا شما نه، شما کی؟ خوبه. رفیقت چه تاریخی به دنیا اومد؟ سوالی که هیچ کدوم از پسرها نمیتونن جوابش بدن. من ها تو بگو. من بگم. من با بگم. اومدی؟ یا هر کی زودتر بگه خوبه. اومدی؟ 82 آبان 14. چهارده آبان 82. چند نام سن بودی؟ مگه دیرم؟ آه بهمن بودی، راست میگه. راست میگه. 83 بهمن 400 15. نه ده 82 یا ده نه 82؟ 13 14 15. رنگ مورد علاقه رفیقه چیه؟ منی؟ نه با پدرم صورتی. راست میگه 100% صورتی. نه عنوان رفیق صمیمی دوستت چی کار بکنه کلن باش قطع ارتباط میکنه؟ هیچ کاری نکنه. سنگین بود نگاه کن چه سنگین بود. نه میدونی این اوتای عجیبی داشت، این که به آیندهشون اساسه، این که دوست نباشه، این که فلان. آخه دقیقا منظورم هم خیلی سنگین بود، قوی بود. دوست نباشه خب نه دیگه رفیق. آخه دقیقا منظورم همین بود. من توقع دارم مثلا این در آینده یادم خوبی بشه، یعنی از لحاظ سلام. نه از لحاظ خوبی یعنی که این پیشرفت بکنه تو زندگیش. از چه لحاظ؟ مادی، معنوی، اصلا فقط مادی. مادی اصلا پول خیلی مهمه. مادی پول خیلی مهمه. خدای دارمش به خدا دارم پول خیلی مهمه. یه زنی هم بدونه که خواهر داشته. میشه ویدیو رو چیز نکنی تو انگیزشی. آره شما میتونید پول دارشی. اولین باری که با هم دیگه ارتباط گرفتین چه فکری راجع به هم دیگه کردین؟ من گفتم چقدر آدم نچسبیه. آره خدا حالم از این به هم میخورد. واقعیت واقعیت دارم میگم. جدی دارم میگم تو دلم میدونید متین هم همین فکر رو میکرد، دقیقاً همین فکر رو میکرده. قشنگ آره قشنگ میگفتم چقدر آدم نچسبیه. چرا اون زمان یه همچین اینجوری بودم که باید با کسی حرف نزنم، اصلا هیچی نمیگم. چرا؟ ببین مثلا من توی مدرسه هنرستان ما آشنا شدیم دیگه، مثلا میرفتم سمت پارسا چیز خاصی نمیگو. جدی یه آدم بسیار 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 برونگرایی بود که رو مخت بود. یعنی واقعیتش رو مخم نبود. این حجم از برونگرایی اذیتت میکرد؟ نه رو مخم نبود اتفاقا. پس چی؟ چون زیاد با هم یه کاری نداشتیم، چون آدمای برونگرایی ذره آدمای مزخرف قابل غیر قابل تحملی هست. به همه میپرن، با همه حرف میزنن. آره همینجوری شوخی میکردن. امیر آره 206 دارن، 206 دارن، جدیدن 207 دارن. آره 207 دنده ای. چی باعث شد انقدر رفیق صمیمی بشی؟ داخل هنرستان کلن چند ماه بود؟ دهم. کلن چند ماه بود که اول فروردین رفتیم بهمن؟ آره همه چیز کلن چند ماه بود توی هنرستان میشناختم حضوری. وقتی که حالا مریضیه که اومد بیشتر حالا زامبیا رو میگم. آره زامبیه که اومده بودن بیشتر دیگه توی مجازی بوده و اینا یه گروه زدن و گروه اکیپی بودیم برای درس و اینجور چیزا. سر تقلبه ادبیات فارسی من باش رفیق شدم. چرا؟ ها؟ خیلی ادبیات فارسی بود دیگه. فارسی گفت پارسی فردوسی. ادبیات فارسی مثلا ازا تقلب گرفته بودم دیگه. واکنش استاد فارسی که این ویدیو رو ببینه. آره قشن یادمه که میگفتش که گزینه یه تایپ کنیم الف به جی فلان. نگو جوابای فارسا رو کپی پیست کرد. کپی پیست کردم دیگه. دهم کلا صمیمی نشده بودیم. نه خب یازدهم تازه یه ذره داشتیم ارتباط میگرفتیم. دوازدهم خب خیلی قضیه فرق کرد، یه ذره حضوری شد، بیرون رفتیم، نمیدونم فلان کردیم، کارهای کلیشه ایمون رو آره نشون دادیم، نمره های درخشان اونو گرفتیم. تا حالا شده رفیق صمیمی تو در حد مرگ کتک بخوای بزنی؟ آره همین دو ساعت پیش داشتیم ویدیو میگرفتیم
این سگ داشتم میزدمش. آره تازه که بخوره. پاستا رو میگه. آره میتونی ویدیو بالا رو نگاه بکنین که آره لینکش رو ببینیم وضعیت چی بوده داستان. بدترین خرابکاری که در حد رفیقت کردی و اون خبر نداره چیه؟ یعنی یه سوتی دادی که مربوط به اونه و اون اصلا تا الان نمیدونه سوتی و خرابکاری چیه و نما نمیخوایم که بدونه ولی الان باید جواب بده سوال. آ یعنی اینکه یه رازیه در مورد اون که پنهان کردی، مثلا یه گندی زدی یه سوتی بار آوردی که نمیخوای اون بدونه و الان باید اعتراف کنی اگر هم چیزی وجود داره که 100% وجود داره. سوتی یتش چی به ذهنم نمیرسه. چه بچه‌ها پارتی من هر چی بود تو رو میگفتم، یعنی توی روی میگفتم آقا چقدر این اخلاقت مزخرف تو روش میگفت. آره مثلا فرض مثال شیشه عطرشو بشکنی بهش نگی من شکستم. اصلا اومدم خرمش که شکونده بودم متاسفانه همچه اتفاقی نیفتاده. اتفاقا نیفتاده یک گندی بالا نیفتاده. رفیقتو به چی میفروشی؟ هراید به شامپو بود. آه نه به یه تیکه از اونه که توش تیله داره؟ نه چیزا که برای ماهی نمیدونم چرب و خشک و نمیدونم حالت عادی و موتی یه دونه بود روش عکست خرس بود. آره رو به اونم میفوشیم. نه من رفیقم البته بذاریم صادق باشم من رفیقم با خودش میفوشم. اگه میخوام صادق باشم شامپو بچرم خوبه مو رو نرم میکنه. خب نه دارم فکر میکنم بعد بوی خوب میده. خب نه بعد خدایی جدی بخوام بگم من رفیقام هم فروشی نیستم بچانیه. میخوایی ببکس اینه خب منم خوشحال شم بغز. تو طول روز چند تا ریلز واسه رفیقت میفرستی؟ من؟ زیر 30 تا باشه دوستم نیستی. آی والا من یه روز نمیفرستم. یه روز یهو دیدی 70-80 تا فرستم. آره واقعیتش من میدونی ریاکشن و کیه که کل اکسپلورشو میفرسته؟ تو. آره تو نگاه کن شروع میکنه میره یکی از ریلا رو باز میکنه میگه چه محتوای چرت و پرتی باید بفرستمش دوستم هم ببینه و وقتش از بین بره و شیر میره ریل بعدی اسکرول میکنه همینجوری میره پایین. ببین اصلا نگاه هم نمیکنه شیر آره واقعیتش شیر بعد محتوایی میفرسته یهو میاد در مورد درست کردن پیتزا میفرسته، یه دفعه میاد در مورد صنعتی شدن فرانسه میفرسته، نمیدونم یه دفعه میاد در مورد دوره بوتیکه نمیدونم یه واسطه گوسفند فرستاده بود. آره کدوم عادت رفیقت افتضاحه و میخوای از بین ببریش و نمیتونی تمومش کنی؟ تکرار کردن یک جمله به دفعات بالای 7 یا 8 بار بعد از اینکه شنیدیش فقط ریاکشن نشون ندادی و این جمله رو همینی که 10 بار تکرار همینی که هست. میخوای میخوای نخواب و از مجری برنامه چی رو پاک میکنی؟ مجری برنامه ریش تیویتاشو پاک میکنم. سوال بعدی کدوم از این الان ریش سیبیل دارن تو ویدیو؟ تو ویدیو نداری ربطی ندارم. من بهت میگم آقا سایه بزن. سایه نمیزنه اینه چی دیدی من نیستم. خب سایه خب برو برو بیرون سایه بزن پول میگیرن نمیخوام پول خرج کنم. خب سوال بعدی کدوم خصوصیت رفیقتی که خیلی باش حال میکنی؟ با وفای مثل سگ با وفای به خدا دارم بیا سگ با وفای. حالا دیگه دارم میگم خیلی با وفاه. یعنی جاهایی که مثلا من لنگ بودم حالا به فرض مثلا لنگ بودی یعنی برای دستا شده نه این رفیقم واقعا نجیبه این اصل نجیب قد نجیب سر به زیر گوشه گیر قند بهش بدی میخوره. یه فکتی که راجب رفاقت پسرها وجود داره و الان خیلی تقیه به نظرتون اون چیه؟ این لباس منه که تنشه. راست میگه ما لباس همدیگه رو پوشیدیم. اون هم که ماجی پوشه لباس پارسای. این لباس پارسای این لباس آریان شلوار فقط یه هفته من داده بودم پارسا رفته و دور با دختره بیرون. نه آره حرف آخری نداری؟ حرف آخر؟ به عنوان چی؟
سخن آخر، سخن پایان، مهمان مدیر، سخن آخرتون چیه؟ پایان ویدیو. احساس خوشبختی داری؟ هیچ چیز خاصی ندارم. لباس منو در بیار بده من. یعنی چی؟ ویدیو هم حتی من میکروفون تو بگی؟ یه لباس سفید چرک داده بکنیم تنم. همون، در بیار بده ببینم. لباس تو بگی؟ اونم در بیارم. یعنی چی؟ تازه لباس تیشرت و پایینیش هم که مال منه. این لباس به این تنگی برامونه. خدافظ.